بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز ما شاگردای عزیز گرید دهم create a parameter query است. چگونه ما یک پارامتر کیوری درست کنیم؟ در قسمت پارامتر کیوری همین بریکت هایی که ما در قسمت کریتریا استفاده میکنیم یوز میکنیم، دیتا را بر شما چی میکنن؟ پیدا میکنن، مثل ادابتر را به طور مثال شما میگین اینی دیتا را از اونجا برام بکش. این کار چیسته؟ کار می پارامتر است. و بعد از اون شما موضوع اپدیت ها میخوانیم که چگونه دیتای ما را اپدیت کنیم. یک نفر میره دیگه نفر در جایش میاد، یا یک آیتم از قیمتش هست میخوایم اپدیت کنیم. فقط اپدیت شما ببینید چقدر زیاد استفاده میکنید. همیشه دیتایی که داری هست، اما یک چیز دیگه شاید به او اضافه شود، چیز نو شاید به او اضافه شود. پس این همین به موضوع اپدیت یا براوزر رسانی است. دیگه موضوع یک کراس تپ است. بعضی چیزایی که به شکل رو قرار گرفته ما میگیم یا به شکل کالم قرار بده، و بعضی سیمپل محاسبات را ما میتونیم دیگه اجرا کنیم. و دیلیت است. یک نفر یا یک آیتم یا یک رو بخوای دیلیت کنی، چرا که ما معمولا وقتی که فرم تشکیل میتیم در پروژه‌ای که کسایی که کم کم کار کردن اونجا میفهمن که بعضی کلمات مثل دیلیت دارن، وقتی کلیک بزنن روی لیستک بیا کی رو میخوای دیلیت کنی، کدام آیتم میخوای دیلیت کنی، نام آیتم که نوشته کنی اتوماتیک دیلیت شد. به این شکل یعنی کار میشه. کسایی که کم کم پروژه رو کار کردن شاید بعضی از واژه‌هایی که مثلا ما امروز استفاده میکنیم آشنایی داشته باشن. خب پس در نخستین کاری که ما شما انجام میدیم کریت ا پارامتر است که چگونه یک پارامتر استفاده میکنیم. پارامتر تیوری پرووایدز فلکسیبیلیتی ان اپلاینگ کریتریا. بر ما شما وقتی که در کریتریا ما میریم از یک پارامتر استفاده میکنیم که حساب فلکسیبیلیتی داره، یعنی براحتی کار داره. اگر یادتون باشه فقط بی بی ای نشون میکردن انتر میزدن اتوماتیک تیبل بی بی ای تون بر شما کشیدگی بود. اگر مثلا سرچینگ دادن بریکت در اون قسمت کریتریا مثلا در قسمت نیم نشون میکردن براتون نمیومد. خب بازم به شکل عملی ما کارش میکنیم. در کریت پارامتر دو کلمه رو ما بولد کردم. همیشه اونجا خدمات تشریحات کنم که مفهوم شما در سایت دفعه اگر یادتون رفت بهتر بگیرید. اما اینجا متوجه باشید فلکسیبیلیتی داره پارامترهای ما شما، و فقط یک بریکت باز میکنه و نام نشته میکنه. شهر هاست مثلا کی شهر ها رو دانه دانه میگرده، میگه نام این شهر رو شکل متوماتیک همون شهر بر من بیاید. خب ما اول از این کار انجام میتیم. پس نخواست ما شما باید اکسس دیتابیس خود باز کنیم. Access database second student table، یعنی student table ما باز میکنم. خب یک لحظه صبر میکنیم. اینجا بعض از موضوعات دیگه است که من با دیگه سنفا قبلا کار کردم. خب من اینا رو دلیت میکنم به این شکل. حالا ما شما بینین این قسمت student table ماست، و چندین بار چون من append کردم دیتا را در یک تیبل append کردم ای بسیار زیاد شده. اما هدف از این که ما دیتا بسیار زیاد داریم، میخوایم یک سرچینگ بسازیم. وقتی کلیک میکنیم مثل از اینی سرچینگ ما، وقتی که نشتم میکنیم مایک، اتوماتیک اونمون مایک بدار. مایک مثلا دپارتمنت بی بی است. دقیقش فکر من نیست. چند سکی که درست خورد. مایک در کدام دپارتمنت است؟ مثلا بی بی ای. این دو رقم سرچینگ درست کرده بودیم، یعنی پارامتری که براش تعیین کرده بودیم. چگونه میتونیم این رقم سرچینگ ما شما درست کنیم؟ بسیار سمپل. اگر شما سوال میشه how we can create a searching query، how we can create a searching query، چون اگر بگم searching form بازو یک قدر کدینگ های مشکل داره، نمیتونیم بگم مشکل خود تمرین زیاد بسیار زیاد کار داره. من شما در کجا قسمت کریت آمده، کیوری دیزاین آمده. خب یک تیبل داریم، تیبل را اد میکنین، کلوز میزنین. ما گفتیم بعد از این کار مثل تیبل ساختن و رد بار تکرار میشه. یک دفعه که تمرین کردین بعد دفعه بعدی بسیار آسان است. کل فیلدا رو شما مندازین. در کدام قسمت کریتریا؟ این قسمت تک دیگه بان من مگنیفایر بزنم کسایی که دورتر شیشتن درست ببینن. خب این مگنیفایر از این بینی شکل بینین کریتریا شرطی است نه؟ در شرطی هم شما کجا میریم؟ هر جا قسمت نیم، تیوشن، دیپارتمنت، مثلا نظر به دیپارتمنت میخوای بگردی بریکت آواز کن، نشته که انتر department name سریز بریکیت بسته کنیم یک انتر خلاص اینم قگب است. این یک پارامتر شما چی شد؟ ایجاد شد بین دو بریکیت. هر تکسی که نشته کردی همین بریکیت کار خدا میکنه. خلاص دمو فیلد کس کنترل اس ای را بنام مثلا ما میگیم که searching the department ای را ثبتش میکنم. خب این بریکت ما یک مقدار براتون مگنیفایر را پس آف کنم یه خورده بسازم.
کنترل اس زدیم میره ثبتش کردیم کنترل دبلیو میزنیم میگه امی فرمه که هست ما بستش میکنم چون قبلا ثبت کردم. در کجا ثبت کردیم ما و شما؟ به نام searching the department این قسمت است. ما میگیم چند نفر BCS میخوانن، اتوماتیک کسایی که BCS میخوانن کلش به من لیست میکشه کنترل دبلیو دیگه نه. یعنی یک کنترل پی رو میزنی پرنتش میبینی چند نفر مثلا ددای ای است ددای بی است ددای سی است نوشش که اتوماتیک لیستش بعد نه پرنت بزن دیگه. نیازی نیست که تو بری اینجا رو بگردی، یعنی خود به خود زحمت بدی. فقط تنها کاری که ما شما میکنیم اینا مقدار است نشتا میکنیم بی بی ای یا هر صنف دیگه که باشه اتوماتیک انتر بزنیم براتون بره. این رقم پارامتر ساختن است. موضوعی که من براتون گفتم به شکل اساسی ما شما میخوایم کارش کنه میشه موضوع من. شما چیکار انجام میتین؟ میخواین اپدیت کار کنین صحیح سگ اپدیت چگونه اپدیت بسازیم؟ عین این پارامتر بسیار مشابه خاص داره اید، یعنی اونقدر زیاد تفاوت که والا بگوین این اپدیت چرا خام میشه ما گنگس میشه مصاد نمیفهم ایگا پایچ نیست بچا. بین این قسمت کلیک کنین، بین در کدام قسمت کیوری را اضافه میکنین، تیبل حد میکنین. خب من این مگنیفایر چند دقیقه پسونتره کال کار دارم که شما باز بهتر دیده بدنین. تیبل تان حد میکنین کلوز، تیبل حد کردیم نه دوال کلیک میزنیم تمام فیلدها را اضافه میکنیم. ما اینجا کلمه چی داریم؟ کلمه اپدیت داریم. بیاین بالای کلمه اپدیت شما یک کلید بزنید این قسمت رو ببینید. برات زوم میکنم که فعلا اپدیت نیست که یک وقت ایران نمونین. ببین فیلدهای ماست، نام تیبل هاست، چند تا تیبل داریم، سورت از ا تا زد یاد تنظیمش میکنیم. همی فیلد نشان بده نشان نده و کریتریاش شما میتونین یک شرط دو شرط این چور خانه های پایین اومده این سه چهار تا شرط میتونید تعیین کنید. شرط اول، شرط دوم، شرط سوم، شرط چهارم، پنجم، ششم، ما اون رقم شرطایی تا میتونید برش بدید. خب فعلا اپدیت من ندارم نه. من در این قسمت اول این اپدیت کلیک میزنم. اپدیت وقتی کلیک میزنم اینجا هایلایت گرفت، یعنی تقریبا در قسمت پایین ببینید این کلمه بر ما اضافه شد اپدیت. چی رو میخوای اپدیت کنی؟ اگر از این فقط اگر من یک نشته کنم مثلا وارث میگم بیا وارث در جای کی بیا وارث میای به جای کی امی مایک ما شما در حافظه ما هست به جای مایک بیاد. اگر کنترل اس بزنم فقط تنها ای اپدیت مایک است، فقط این مایک اپدیت بر ما شما میکنه. کل شاگردا کل کارمندان ما را نمیتونیم اپدیت کنیم، درست است؟ خب حالا اگر من دستورن تیبل برم این اپدیت است نیست کنین اینجا چی سگ اینی مایک است. سه دونه مایک ما شما داریم. وقتی که ما میایم کنترل دبلیو رو بسته کنیم، وقتی ما اپدیت مایک کلیک میکنیم میگه شما میخواین اپدیت کنین. بله چند دونه مایک داشتیم؟ سه دونه مایک داشتیم. این وارث به جای مایک اومد. ما مثلا یک جنس هستین جنس کون هست ما میگیم این جنس ها پس و جنس نو ما شما این جنس های سابق دو طرفی شون یا باید اپدیت شود. پس اگر شما فقط تنها دو فیلد شده اپدیت میکنین پس شما میتونید چیکار انجام بدین؟ دو دانه بریکت ها را در دوش باز کنید. دو دانه بریکت ها را در دوش باز کنید. خب سیو بزنه. آله اگر من تیبل آواز میکنم باید ببینیم که از سه دانه مایک ما باید به جای وارث تبدیل شده باشه. خب یک بیا یک تغییرات من میتونم. خب من میگم یک وارث از بی سی اس میخوانه، یک وارث از مثلا بی بی ای میخوانه، یک وارث از دی ال میخوانه. پس اینانه اگر من یک وارث را اپدیت کنم ایزا بر جای تمامی از یا اپدیت میشه نمیشه؟ میشه. پس ما چاره چیست؟ فشرک پارامتر را یاد گرفتن نه؟ فقط بریکت اینه مخگر بریکت ها یادمون نمیره. میایین شما چیکار انجام میتین؟ میایین در قسمت دیتابستان سیز کریت تیبل، تیبل میایین حد میکنین. خب پس من ما شما میخوام این دفعه اپدیت بسازم نظر به دو چیز. میگم نام اینی نفر به در اینی دیپارتمنت بجای اینی نفره که در اینی دیپارتمنت است. ات یک کار اینیم یک سوال است چگونه ما یک اپدیت کیری درست کنیم یک نفر خاص یک نفر مشخص در جای یک نفر مشخص بیه. سوال تو چی میکنی؟ در جواب برای چی میدی؟ چه رقم برای عملی میمیشین اینجا و کارش میکنی؟ خب اینمه که گپ باید یاد تو پس باشه. میگم نستاد در کیری رفته مثل همیشه ما شما تیبل حد میکنیم، مثل همیشه دبل کلیک زده تمامی فیلدها را از بالا به پایین کش میکنیم میپرتیم. تنها چیزی که استاد ما در اپدیت نیاز داریم به طور مثال نم چی سک ما کلید اپدیت ایجا بزنیم که اپدیت ایجا بر ما ظاهر شود. وقتی که ظاهر شد چون این بسیار فلکسیبل است میتونیم راه است در قسمت یک بریکت باز به خاطر که نان ما گنگس گل نشیم اینجا بعض پایام ها رو نشته میکنم enter new student name
بریکتش بسته من در قسمت کریتریای پایین اینجا نشته میکنم enter the old student name بجای این شاگرد نویه بجای این شاگرد سابقه ما. خب این شاگرد نو ما در کدام دیپارتمنت باید بیایه؟ پس فقط نشتهش این همه قدر نشته میکنیم که enter. ببینید از پیش من اینجا شما نشه بخاطر چی رو میبردن زومش کنم که بهتر دیده بتونیم او رو پیش رک ما شفت گرفته به این رقم. اگه این رقم شما سمس فکر کنیم غلط است پارامتر مراسم بعد این شکل بریکت باشه. enter new department say بسیار خلاصه آمه بخش نیتویشن از کانترول اکس. خب خدا ما شما را همه قاقل داده که کانترول سی و کانترول بی خوب جای کار میده. خب اینجا من یک کانترول وی دیگه بزنم بجای نیو چی رو ما شما استفاده میکنیم اول استفاده میکنیم. خلاص اگر زود کپی و پیست هم کنین ظرف چند ثانیه خلق کنین کانترول اس ایره سختش میکنیم به نام اپدیت ده نیم اند دیپارتمنت بخاطر که ما شما فهمیده بتونیم هم نام ای اپدیت کده میتونیم هم دیپارتمنت چه اپدیت کده میتونیم. صحیح ببینین آله کانترول دبلیو میزنه ما در قسمت update the name and department update میکنین؟ بله. خب ما میگیم که به طور مورس میگیم که وارس که در بی بی درس میخوان ای بی بی رو خلاص کرده ای میره ام بی ام شروع میکنه. پس ما میگیم امی مثلا وارس بنام مثلا عزیزی سعیست این نفر جدید بخاطر من میگم که امی یک نام جدید بتون بخاطر فامیده بتونین میگم وارس عزیزی میایه enter the department در کدام department میایه این نفر میخواه MBA را شروع کنه دیگه بچه را خلاص کده ماستری را میخواه شروع کنه. اوکی enter the old employee name نام اونمو کارمند سابقه ما شما کی است؟ پس شما اینجا باید چیکار انجام بده؟ ده قسمت نامش رو نشته میکنین میگه نامش وارث است و وارث خالی که مشما بود. خب چون سه دانه ما وارث داریم کدام وارث در دکان کدام دیپارتمنت هم میخواییم شما تبدیلش کنین کدام اپدیت شده دیتازی میگن وارثی که در بی بی ای درس میخوان. پس وقتی که ما اوکی بزنیم تقریبا فقطا یک رو اپدیت شد یک نفر فکس ما مون نفر هدف قرار دادیم اونمون نفر زدیم صحیح صحیح؟ اوکی پس زمانی که ما شما استودنت تیبل رو باز میکنین شما در این قسمت ببینین وارث عزیزی ام بی ای میخونه بجای وارث کی آمده بجای وارث ای آمده که بی بی ای بود به این شکل. خب اگر اپدیت یاد گرفتین اگر بخواین که دیلیت کار کنین امی یک نفر بخی عزبش میکنین یکان بنده های خداست میگه امی نتیجه نمیتونه در کاردان اون رو باید عزبش کنین چگونه شما یک دیلیت کیو ایجاد میکنین عین موضوع فقط بریکت پارامترها یادتان باشه بچه ها هیچ کدام گپ دیگه نداره سعی کنین کلش عملیات یک رقم تیبل اد میکنین من در قسمت چی دلیت ما میخوایم کی را حذفش کنیم نام شاگرد که اینجا نشته کردم اتوماتیک حذفش کنه برام نشته شوه enter the student name چرا که من یک اینا مثلا اگه وارث دلیت کنم سه دونه وارث دلیت میشه غیر از نه دو داره وارث دلیت میشه چون وارث وارث و وارث عزیزی او جا یک عزیزی اضافه داشت. پس اینجا میگم امی نام نفر دارید که در اینی دیپارتمنت است enter the department name بریکت دیده فقط بریکت است خلاص یا اگر دلیت میزنی بریکت کار میکنی پارامتر استفاده میکنی اپدیت میزنی پارامتر استفاده میکنی دیگه اون رو خب میفهمین دلیت از کردن و ما رو میگن اپدیت هم خوب اپدیت کردن و با روزرسانیش میگن کانترول اس به نام به نام دلیت دا امپلای یا استودنت ما میخواییم یکان شاگردهای ما رو حذفش کنیم این سعی کنیم دلیت ما متفاوت است اپدیت های ما متفاوت است وقتی زمانی که سر دلیت شما کلیک میزنین میگه شما میخواین دلیت کنین بله میخواین انتر دیستون نام شاگرد رو نشتا کنین کی میخواد دلیت کنین ما میگه مثلا وارث دلیت کو. خب انتر این وارث در کدام دیپارتمنت است وارثی که مثلا وارث عزیزی که در ام بی ای است وارثی که در دی ال میخونه ما میگیم وارثی که در دی ال میخونه این نفر دیگه نمیاد پس فقطا یک دانه رو دلیت میشه کل اطلاعاتش هست میشه بسته اطلاعاتی که در مورد اما اپدیت که میدین نیست مثلا
فکر کنین یک سنفی تان با یک معاش خاص وظیفه مسئولیت مشخص دست میدن. استاد فیزیک است، مسئولیتش مشخص است، پرامش مشخص است، کل چیز مشخص است. استاد فیزیک میره دکار استاد فیزیک درش ما. ایجا عبدیت شد. متوجه شده؟ یه چی شد؟ عبدیت شد. با همون مسئولیت ها و گپ دیگر. اما وقتی که شما دیلیت میکنه میگم این نفر بخی بره دگر. که کل مسئولیت ها و کل دیپارتمنت و کل چیزش. بخی حذف میکنه. نمی بس بخی از بین میره. مگه این بس اضافه است. مثل بسایی که یک زمان یادتون است معلمین دروغین مکاتب پیسہ میگرفتن ما 10 تا معلم داریم در وجود 2 تا معلم بسای دروغین بود پس اینا میرم مثل زمان ما وقتی که دیلیت کنیم وارثی که در دی ال است ببینید نگا نیست یک وارث ما داریم در بی سی اس میخونه یک وارث داریم در ام بی ای میخونه ما دیگه به نام وارث نداریم آخرین درس ما و شما که بخیر خلاص است آمد از من پرسان میکنه میگه استاد اینجا بخی یک رقم گدوادی است بی بی اس ام بی اس بی سی اس از دیگه است ما چگونه میخوام فهمیده بتونم می دپارتمنت مشخص شه با پیسی از چقدر پیسه میگیره کار دار همین پیسی مؤخرش ما مشخص شه که زرد دپارتمنت چقدر پیسه میشه خب عین یک موضوع کیوری چون درس های ما در کیوری است گنه استودنت ها حد کنین کلوز بزنین دابل کلیک جب بزنین تمام فیلد ها اضافه کنین صحیح کل فیلد ها اضافه کردیم شما چی را کلیک میکنیم کراس تپ اینه مخالف است کراس تپ تنها تکنیکی که داره دو تکنیک است یک دونه فقط کالم میگیرین یک دونه فقط کالم میگیرین و یک فیلدی که دو ولیو و پیسه و گپای دیگه است اون قسمت هم ولیو میگیرین و مجموعه پیسهش هم بخواد بکشه سعی کنه مگنیفایر رو براتون زوم میکنم چون مهم است این قسمت ما اینجا چی داریم کراس تپ آیدی ما رو میگیم همین آ را که بزنم رویدینگ برام میاد چرا که نه سی رو بزنین وی رو بزنین بتون میاد خب ما میگیم که آیدی به شکل چی باشه رو باشه استریم نیم های ماست آ را میزنم میگم رو باشه موضوع دیگه ای که ما و شما میخوایم کار کنیم چی هست موضوع دیگه ای که هست تیوشن در این قسمت چی هست ولیو است نه پیسه است یا نه فقط وی رو من میزنم اینجا قسمت متوجه هستین وی ما میزنیم وی در قسمت وی که ما شما زدیم در اینجا ما در قسمت گروپ بای اینم اینجا سم انتخابش میکنیم این گپ یادتان نره جمع پیسه مجموعش پیسه شما خواهد این نمیخواهیم که بلندترین شوه نمیخواهیم پایین ترینش موسا شوه همین چیزی که پیسه که هست اونم اونجا رسیده شوه دیپارتمنت های ما را جدا بساز گفتم محمد از من میخواهیم میگه دیپارتمنت ها جدا جدا باشه اینی را میگیم که کالم باشه یک دونه کالم دیگه هر چقدر که روگی میگیری میبخشی متفاوت نیست بین پایین این قسمت آر رو هیدینگ با مشکل رو هیدینگ رو که هر چند تا که بگیری مشکل نیست فقط یک دونه کالم و یک فیس جایی که عدد است ولیو و سم سیست کانترل اس بنام کراس تاب ثبتش میکنم که چگونه کراس تاب ما شما ساختیم این رو پاسش میکنین کانترل دبلیو من کراس تپتون ببینید به این شکل است بخی متفاوت است از کلش دیگه چند درس چیز موضوعات متفاوت وقتی ما کلیک کنم بی بی ای اینجا سعی کنین به افغانی مثلا ما میخوایم نشان بده قسمت این توتالک برین بچا میگین توتال شم میخوام پیدا کنین اینجا کلیک بزنین چون دپارتمنت ها جدا شده سم 45000 مثلا از بی بی ای میشه باز بزنین میگین سم مجموعه 23-70000 دی سی ال مثلا چقدر 20000 دی ال به طور مثال چقدر 60000 ام بی ای چقدر فقط یک دیتا انتری داریم 5000 پس به می شکل ببینیم یعنی چگونه رو ها رو ما بیم به کالم ها دیپارتمنت های متفاوت تبدیلش کنیم از طریق کراس تپ است که رو را به کالم میتونم تبدیل کنم ما فقط یک دونه حق داریم کالم بگیریم چرا باز دو سه دونه نمیتونی که بگی که مثلا نمبر تلفنم کالم بیا نمیتونی بگی که نیمم به شکل کالم بیا بازی خودت میفهمی که چه رقم کده بدی اجرا رخ میده پس چی شد فقط دپارتمنت کالم گرفته و ولیوی که در تیوشن داشت اون سم گرفتیم یعنی در جا بیا دیدی سم در خودش در اینجا اومد و تو یعنی کالم دیگه بر تیوشن درست کرده در بالا پس اوجه گفتم نه گروپ وای ولیو اگر ما رو نگیریم باز ما شما کار نمیتونیم یک دو سه کلمه که میتونیم اینجا بگیم یک کم ولی مشکل تر بود کمه زیاد نیست